گفتگو با طالبان از بیروخی پاکستان تا رخ به قطر. ظاهراً یک دهه برادرگویی پاکستان از سوی رئیس جمهور کرزی کارساز نشد و این بار حکومت در پی جاگزینی قطر در روند گفتگوهای صلح است. متاسفانه دولت پاکستان موقف خود را در قبال یا در مورد حمایت از پروسه صلح افغانستان هر روز تغییر می دهد. سفر دو روزه رئیس جمهور به امیرنشین قطر با این محوریت به پایان رسید. افغانستان در صلح در پروسه په حق لبنده به هم د دوړو خواو ترمنز خبری ترسره کیږي چې په هغه کې البته د هیڅ نه پټه نه ده. په دوه کې د مذاکراتو د ترسره کولو لپاره د یو دفتر پرانستل هم شامل دي. با آنکه تاکنون دست کم نتیجه روشن از این سفر در دست نیست، اما دست کم رئیس جمهور تعریف دیگر نیز از طالبان را کرد. طالبان انصار برای جلوگیری سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی نبودند. شما شاید در مورد طالبان شنیده باشید، مطمئن هستم که شنیده اید، اما مشکل نیست، آنها از تمام کشورها هستند. زودتر و دیرتر همه آنها به کشورهایشان برمیگردند. ظاهرا دیگر نمی شود نقش کشور کوچک در خلیج فارس را در بازی های جهانی از شاخ افریقا گرفته تا افغانستان نادیده گرفت و اکنون رد پای قطر و ثروت سرشارش را در خرید آسمان خراش ها، باشگاه های فوتبال، پشتیبانی مالی از شورش ها در کشورهای عربی و ایفای نقش محوری در روابط دیپلماتیک عرب با موجودیت شبکه تلویزیونی الجزیره نمی توان نادیده گرفت. اما معاون اول مجلس نمایندگان باورمند به نتیجه مثبت این سفر نیست. واقعا فکر میکنیم که ما را به صلح متاسفانه نمیرسانه. چرا؟ چرا که فعالیت ها بسیار متشتت است، بسیار پراگنده است و ما این یک خط مشخص که از طرف پارلمان تایید شده باشه، از طرف مردم افغانستان تایید شده باشه، حکومت با مردم افغانستان او را شریک ساخته باشه و غیر از یک جرگیری که ما داشتیم و او جرگم زیر سالهای متعدد قرار گرفت. اما این عضو پیشین گروه طالبان مثبت میاندیشد. زه خپل خوشبینه یم، خو اخلاص غواړي که دا اخلاص په منځ کې اوسي او په افغانستان په خلکو باندې چې اوس روزانه په بندو کې بندیان کیږي، روزانه په شهادت رسیږي، روزانه د منځه ځي، روزانه په تکلیفیږي، مهاجر کیږي، د یوه کلي و بل کلي و د وطن بل وطن ته او په مسکنتو د غرابت په حالت کې، د فقر په حالت کې ګزاره تېروي. که زه فکر کوم چې په دې باندې زړسوی پکار دی، اخلاص پکار دی، په روغه کې چې اخلاص وسي دا ممکنه خبره ده او مشکله خبره نه ده. مخالفان سیاسی هم نگران. پیام واقعی سفری هستش که رئیس جمهور افغانستان حاضر است به هر بهایی، حتی قربانی کردن منافع کلان مردم افغانستان و مشروعیت دادن به گروه تروریستی به در واقع قطر سفر بکنه و به طالبان مذاکره بکنه. رئیس جمهور این نیت خودش بارها عنوان کرده است و یک خطر است برای آینده سیاسی افغانستان، برای دستاوردهای گذشته و برای ارزش‌های مندرج در قانون اساسی. با آنکه افراد هستند که انتخاب قطر را کشور مناسب برای دنبال گفتگوهای صلح با طالبان می‌دانند، اما هستند افرادی که به تاریخ اشاره می‌کنند و از موضع‌گیری داوودخان با مطرح نبودن پشتونستان تا عملکرد دکتر نجیب‌الله در برابر پاکستان یاد می‌کنند و بدین باورند که یکی قیمت گزاف پرداخت و دیگر راهش به چهارراه آریانا منتهی شد. پاکستانیا به هیچ جنون نمی‌تونن نقش پاکستان در رابطه با تامین صلح در افغانستان نادیده بگیرن. چرا؟ از ابتدای امر تا به حال پاکستانیا در مسائل افغانستان و در رابطه با رشد و تقویه و حمایت طالبان نقش قوی خود داشته. حالا هر قدر که به اصطلاح حرکت هایی را جدا منفی پاکستان سازماندهی بکنه، باز هم ما این شکننده می دانیم. اصلی این است که آیا قطر جاگزین پاکستان در روند گفتگوهای صلح خواهد شد؟ آیا طالبان آماده گفتگو با حکومت افغانستان خواهند شد؟ و سرانجام آیا پاکستان پس از این با چه برگهای برنده وارد میدان بازی خواهد شد؟
سلام وقت بخیر، بیننده بر روایت دیگر از شبکه جهانی تولو نیوز هستید. آقایان وحید مجده آگاه امور سیاسی، محمد طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل، محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان با ما هستند. مهمانان گرانقدر، خوش آمدید. البته باید گفت که علی محمد لطیفی خبرنگار افغان، البته شبکه الجزیره نیز همین اکنون روی خط مستقیم از دوحه با ما هستند. پیش از آغاز بحث در اینجا کابل میخواهم از آقای لطیفی در مورد چگونگی سفر رئیس جمهور بپرسم. آقای لطیفی سلام بر شما. سلام. آیا در کل پس از پایان سفر دو روزه رئیس جمهور نتیجه سفر معلوم شد که چه بود؟ نه خیر، تا بالا نتیجهش معلوم نشد. رئیس جمهور که آمده بود طرف قطر، همراهش کدام خبرنگار نامدن در طهره و امروز همراه امیر در قصرش رفته بودن، با تماس بودن، صحبت میکردن. من هم تا بالا نمیفهمیم براجی چی صحبت میکردن، از خاطر کدام کانفرانس مطبوعاتی کدام چیزی نبود یا پیام خود چی جمهوریت روان نکرده بودن که درباره چی صحبت کرده بودن. بله، حالا شما در اونجا حضور دارین و وضعیت را از نزدیک دیدین، دست کم در این دو روز میفهمین که چی چیزی باعث شد که یک تصویر روشن نشه از سفر رئیس جمهور به قطر تا حالا ارائه کرد؟ اگر گفت تابال نه، یک امرای یک چی رسانه تابال رئیس جمهور صحبت کرده بود، مصاحبه کرده بود امرای الجزیره عربی، وام تابال برنامهش نشل نشده است و صحیح نمیفهمیم که درباره چی صحبت کردن. فهمیدین؟ بله. آیا تا کنون دیدگاهی از سوی مقام‌های قطری در مورد چگونگی سفر رئیس جمهور به دوحه مطرح شده؟ بله، گفتن که رئیس جمهور رسیده، رفته بود طرف موزیم هنرهای اسلامی امروز و رفت پس طرف پیش از اینمی که میره پس طرف کابل. مگم رسانه‌های قطری اینمیال همراه همسایه‌شان خود در موقعیتشان در منطقهشان سوریه نزدیکتر است و رسانه‌های عربی برای چند وقت میشه که درباره امی که میگویند بهار عربی، the Arab Spring، براجه از اونمو زیاد صحبت میکردن، خبر میرسندن و اینمیال کل گپشان سر از اونمو هست. تا بال سعی و خیال مقدر علاقه برای افغانستان نرسیده در قطر. آیا در مورد چگونگی گشایش دفتر برای طالبا که پیشتر از این از سوی مقام‌های افغان عنوان شده بود تا کنون چیزی گفته شده؟ گفته بودن که رئیس جمهور که این طرف می آمد، که طرف قطر می آمدن، می گفتن که اینمی درباره از اینمی دفتر صحبت می شد، مگم تابال کدام خود قطر کدام چیز نگفت و کابل هم کدام نگفت که درباره چی صحبت کردن و که اگر اینمی موضوع عل شدن. سپاسگزار آقای علی محمد لطیفی، خبرنگار افغان الجزیره در دوحه. مهمانان گرانقدر، یک بار دیگر خیلی زیاد خوش آمدید. آقای مجده، شما پیش از این گفته بودن که از این که رئیس جمهور به سفر میره باید بفهمه که قطر آیا جای مناسب برای گفتگو با طالبان هست. آیا پس از دو روز گذشت سفر رئیس جمهور درک کردن که رئیس جمهور میدانیست که قطر جای مناسب برای گفتگو با طالبان هست؟ ببینین، قبل از این که بپردازیم به اینکه آیا جای مناسب است یا نیست، باید بدانیم که نظر طالبان در مورد حکومت افغانستان چیست. زیرا آقای کرزی با سفر به قطر میخواد که طالبان را به نحوی به میز مذاکره با حکومت افغانستان بیاره. یعنی هدف از این سفر همی است و باز کردن دفتر هم به همین منظور است. نظر طالبان این است که ما یک حکومت مشروع در افغانستان داشتیم و این حکومت توسط آمریکایی ها و عمله آمریکایی ها این سرنگون شد و بعد از اون هم جنگ شد با امریکا و امریکا بعد از 11 سال نتانست بر ما پیروز شوه و حال میخواه نیروهای خود از افغانستان خارج بکنه. بنابراین طرفی که باید ما با اون مذاکره بکنیم امریکایی ها هستن. با حکومت افغانستان ما به این خاطر مذاکره نداریم که حکومت یک حکومت است که توسط امریکایی ها به قدرت رسید و به در طول این مدت توسط اونها برقد بر روی پا نگه داشته شد. از این سبب اینا به هیچ صورت حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند. زمانی هم که در جرمنی طیب آقا با وساطت آقای شتاینر مذاکرات را با امریکایی ها آغاز کردند در آلمان، امریکایی ها از اینا تقاضا کردند که شما یک آدرس باید داشته باشین که ما با شما صحبت بکنیم، مذاکره بکنیم
و طالبان را با دو شرط پذیرفتند. یک شرطش این بود که نام رهبران مجلس سیاه حذف شود که اونا بتانند سفر بکنند به اینجا آمده بتانند، و دومی که 5 نفر از رهبران ما که در زندان گوانتانامو هستند آزاد شوند. با این شرط ها آمریکایی‌ها موافقت کردند و اینا به قطر آمدند. در اینجا نامی از حکومت افغانستان نبود و آمریکایی‌ها شرطی در اونجا نگذاشته بودند که شما در این دفتر باید با حکومت افغانستان مذاکره کنید. با توجه به این دیدگاه طالبان در مورد حکومت افغانستان و در مورد حکومت خودشان و در مورد آمریکا، به هیچ صورت من این را محتمل نمیدانم که طالبان حاضر شوند حتی اگر دفتری هم در اونجا باز شود به نام یکی دفتر باید در اونجا حکومت با حکومت افغانستان مذاکره کنند، اینا به اونجا برن و میکار انجام بدن. حالا دو سوال اینجا پیدا میشه. سوال اولی است که زمانی که فکر میکنید که طالبان هیچگاهی نمیخواهند با حکومت رئیس جمهور کرزی گفتگویی داشته باشند، چی چیز بیشتر باعث میشه که حکومت افغانستان به صراحت عنوان بکنه سخنگویان حکومتی که اینجا رئیس جمهور بخشی از سفرش گفتگو با طالبان یا بحث گشایش دفتر برای طالبان است؟ دوم، چی خوشبینی یا چه چیزی باعث میشه که حکومت افغانستان بیشتر خوشبین با چگونگی جاگزینی قطر به جای پاکستان در روند گفتگوهای صلح باشه؟ زمانی که مسئله قطر مطرح شد، پاکستان در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفت و در اینجا بود که حکومت افغانستان و حکومت پاکستان با هم نزدیک شدند. حکومت افغانستان فکر میکرد که در پروسه قطر آمریکا هست که با طالبان مذاکره میکنه و حکومت افغانستان از این مسئله دور مانده، بنابراین باید با این مخالفت بکنه و چنانچه آقای کرزی با این پروسه مخالفت کرد و سفیر خود از قطر به رسم اعتراض فراخوان. پاکستان هم از این کار ناراحت شد به خاطر اینکه میدانست که در جای مثل قطر سایه پاکستان یک سایه بسیار کمرنگ بر این پروسه خواهد بود. بنابراین این مسئله خودش سبب نزدیکی پاکستان و افغانستان شد و پروسه قطر را اینا تضعیف کردند. از او به بعد پاکستان بسیار تلاش کرد که به نحوی افغانستان اقفال بکنه، حکومت افغانستان اقفال بکنه. شما میدانید که یک نقشه راه را هم خود پاکستانی ها به حکومت افغانستان یا به شورای عالی صلح ارائه کردند که در او آمده بود که در ظرف 6 ماه طالبان ما به میز مذاکره میاریم و در نتیجه افغانستان یک بار دیگه فریب پاکستان خورد و آقای کرزی به شدت تحت تاثیر حرفای جنرال کیانی در کابل قرار گرفت که اینجا آمده بود و برش گفت که ما اگر طالبان حاضر نشن به این کار ما این حرکت را بی‌سر می‌سازیم، یعنی رهبریش همونطوری که ملا برادر را گرفتیم دیگرها را هم می‌گیریم و می‌کشیم. اما بعد از مدتی که گذشت حکومت افغانستان از پاکستان که خواست که باید به صورت جدی در این کار داخل اقدام شود، اونا شرایطی را گذاشتن که اون شرایط برای حکومت افغانستان قابل قبول نبود. از جمله مثلا می‌دانیم که قطع علایق با لاقل قطع علایق نظامی با هندوستان و مسئله دیگه. اینجا بود که آقای کرزی با یک برگشت 180 درجه به قطر رفت تا به این ترتیب از پاکستان، یعنی پاکستانی ها را برشان بفهمانه که در جایی که شما در اونجا راضی نبودین که مذاکرات صورت بگیره، حالا ما میریم در اونجا مذاکره میکنیم. اما در اینجا در حالی که شما بار میکنید چنین چیزی وجود نداشته به هیچ صورت، اما پاکستانی ها میدانن که اونا میدانن که طالبان با حکومت افغانستان مذاکره نمیکنن و این مسائل هم اونا میدانن. و در این حال آقای کرزی هم وقتی که به قطر رفت، حرفی را که امروز من ازش شنیدم بسیار جالب بود که در اونجا میگه، یک بار دیگه تکرار میکنه که آمریکایی‌ها یا خارجی‌ها از افغانستان نمیبرن و اونا 5 پایگاه در افغانستان میخواهند که در شمال و جنوب افغانستان خواهد بود. یعنی همون شرطی را که طالبان دارن که باید اول نیروهای خارجی خروج خود از افغانستان اعلان کنن و بعد از اون ما مذاکره میکنیم، در حقیقت خود آقای کرزی با گفتن این جملات که یعنی ما حاضر هستیم که با اونا قرارداد امضا کنیم و صورت کلی این مذاکرات یعنی به طرف ناکامی. از یک جهت شما سخنگویان حکومت را دیدین که در این مورد خوشبین بودن و بحث‌های محوری را بیشتر برای چگونگی گشودن دفتر برای طالبان و گفتگو با طالبان عنوان کردن. اما از سوی دیگر به باور آقای مجده رئیس جمهور عنوان میکنه به صراحت یکی از پیش‌شرط‌هایی را که بیشتر طالبان برای گفتگو دست کم با خارجی‌ها یا با حکومت افغانستان مطرح میکنه مسئله خروج سربازان خارجی است. اما رئیس جمهور میگه که تصمیمی وجود نداره که سربازان خارجی افغانستان را ترک بگویند. حالا این دو گفته به معنی چی است واقعا؟ بارز سلام به شما و جناب آسیم سب و جناب مجلس و همچنان بینندگان تلویزیون تولونیز. عرض بکنم که سفر جناب رئیس جمهور به قطر یک سلسله موضوعاتی که شکاکیت ها را برانگیخته، یکی
و دیگه از لحاظ حقوقی و سیاسی بسیار موضوعاتی را به اصطلاح برملا می‌سازه که به هر کدام از این باید جداگانه صحبت بکنیم. ولی قدر مسلم است که همونطور که جناب مجلس تذکر دادن که برای یک مدت پاکستانی ها آرزومند ازی بودند که در مسئله افغانستان هر آنچه گفته میشه باید اونا نقش بسیار کلیدی داشته باشند. و نتیجه از اوی بود که حتی طالب ها که از طرف از اونا تقویت و حمایت میشدند اونا هم با حکومت افغانستان حاضر به مذاکره نشوند. گویایی که اگر مذاکرات صورت میگرفت با طالب ها باید از طریق پاکستان و یا با وساطت بسیار مهم یا وساطت عمده پاکستان صورت میگرفت. حال ما فکر میکنم که در انتخاب قطر بایسه یک کشور یا یک شیخ نشینه که او مورد اعتماد افغانستان باشه و در عین زمان طالبا هم وادار شوند که در اوجه بیاید، با وجودی که ممکن است پاکستان به هیچ صورت حاضر نشود که قطر به حیث یک کشوری که بتانه جاگزین پاکستان شود او را قبول بکنه. مگر رخ دیگه از این مسئله است که سوالاتی که مطرح میشه است که آیا قطر بر اساس پادرمیانی کشورهای دیگه تعیین شده، با صحبت ها با پاکستان و با طالب ها صورت گرفته، و یا است که فشار کشورهای مثل آمریکا سبب شده تا ای که بنابر مشکلاتی که با پاکستان وجود داشته و در عین زمان افغانستان هم خواهان ازی بود که باید رهبریت ازی مذاکرات به افغانستان داده شد. به این اساس ممکن است آماده شدن که به اوج برن. اما مسئله بسیار مهم است که در هر کجایی که این مذاکرات صورت میگیره نفس از این مذاکرات مطالعه شود. آیا این مذاکرات صورت میگیره؟ آیا به نفع افغانستان خواهد بود؟ چقدر کشورهای دیگه در این نقش مهم بازی خواهد کردن؟ و در عین زمان افغانستان با گذشت 10 سال یا 11 سال خط مش درست و یا یک استراتژی درست را تدوین نکرد که امروز مردم افغانستان به صراحت بدانند که دولت افغانستان واقعا با طالب ها طرف است و مذاکره میکنه و یا است که با پاکستان. تا جایی که دیده میشه در مذاکرات قطر ممکن است که نقش پاکستان کمرنگ شود. اما تا کجا طالب ها آماده مذاکره با دولت افغانستان خواهد بودند که من یک سوالیه میگذارم که تا هنوز او پیش شرط هایی که طالب ها وضع کرده بودند تا هنوز او پیش شرط ها به جای نشده. اگر طالب ها میگفتند که خارجی ها از افغانستان برایه تا هنوز که هستن، اگر میگن که قانون اساسی افغانستان خب باید یک میثاق ملی تا هنوز پابرجاست و بدون از او شیرازی دولت افغانستان از هم پاشیده میشه و به می ترتیب شرایط دیگه شن. پس ما اول باید تثبیت بکنیم که طرف مذاکره دولت افغانستان کی هست و چرا، اگر پاکستان است چرا و اگر طالب ها است چرا، و نقش کشورهای دیگر هم باید فراموش نکنیم. آقای عاصم، جریان های سیاسی پیش از سفر رئیس جمهور شما را از این که حرفایشان را هم شما شنیدین نگران بودن، نگران این سفر رسمیت بخشی و یک جریانی که به باور سخنگوی جبهه ملی افغانستان رسمیت بخشیدن به گروه یراس افغان مثل طالبان. و پیشتر از این شما یک موضوعی را که مطرح کردنی بود که این به معنی ضعف حکومت افغانستان است، یعنی وارد شدن از در گفتگو با یک نگاه ضعیف. پس از 2 روز آیا هنوز هم همان نکته ها پا بر جا هست؟ آیا همان نگرانی، همان ناخوشبینی در مورد چگونگی این سفر وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما و همکارانتان و بزرگان شامل بحث میز امشب، باید عرض کنم که اصلا
تلاش‌های یک جانبه حکومت افغانستان فعلاً به مقطعی رسیده که ممکن است طالبان تصور کنند که حتی دنبال کردن بحث مذاکره و یا عدم مذاکره با حکومت فعلی افغانستان بر از اونا زیادی وقت باشه، چون اونا با این همه مقاومتی که کردن، با این همه سرسختی که از خودشان نشان دادن و جنگای خونین را و انتحار انفجارات متعدد را در طول چندین سال مسبب شدن در افغانستان، در بدل این همه قیمت گزاف با یک نظام و حکومتی که روزای آخرش نزدیک شده می روه، تا حال که اونا حاضر به هیچ گونه مذاکره و تفاهم با این حکومت نشدن، می توانیم تصور کنیم که بعد از این هم در مدت کمتر از یک سال و یا بیشتر از یک سالی که از آقای کرزی باقی مانده شاید اونا با این حکومت مذاکره نکنن. کما این که به ارتباط مذاکراتشان همونطور که جناب استاد هاشمی اشاره داشتن، مجده صاحب اشاره داشتن، اونا شرایطی داشتن که اون شرایط هم پابرجا است در رابطه با شرایط اصلی پیشنهادی طالب ها که رسما نگفتن را تلویحا گفتن. حتی تا حال همین شرط هم اونا به شکل رسمی با عنوان طرف مقابل خودشان با حکومت افغانستان مطرح نکردن، بلکه در ضمن توضیحاتشان وقت و ناوقت به شکل تلویحی شرایط خود اظهار کردن که مردم افغانستان بفهمند. مخاطبشان در نتیجه ارائه شرایط هم هیچ وقت حکومت افغانستان نبوده. ولی جای تعجبی است که حکومت افغانستان با آن که می دانست که یک چنین پس منظر پیش رویش قرار داره و تلاشایش هرگز نتیجه نخواهد داد، طالب ها با این حکومت مذاکره نخواهد کرد، این همه تمهیدات و بالاخره اقدامات سیاسی و مصارف کلان، سرگردان ساختن مردم افغانستان و غیره و غیره، ساختن بسا از نهادهای مثل شورای عالی صلح، اینا برای چی؟ چرا حکومت افغانستان خواست که وقت خودش را تلف کنه، ضایع کنه، وقت مردم افغانستان را تلف بکنه و حتی حاضر شد به یک سری از امتیازات قبل از وقت تن بوده به جانب طالب ها بدون کوچکترین انعطاف و آمادگی از جانب از اونا برای مذاکره با این حکومت؟ مثلا چه امتیازه؟ مثلا که زندانیان از اونا بی قید و شرط آزاد شوه به خاطر حسن نیت، زمینه رفت آمدشان باز باشه هم به داخل افغانستان هم به بیرون افغانستان، از لیست سیاه شخصیت های عمدهشان حذف شوند، امثال از این بس از موارد دیگه. و حتی وعده هایی داده شد که اگر اینا با پروسه صلح بپیوندن امتیازات با اونا داده میشه، به اصطلاح او را ردیف کردن که کار و غیره و غیره الی آخر که ذکر شاید ضرور نباشه. حالا اگر بخوایم، من دقیقاً به یاد دارم چند قبل در گفتگویی که با آقای مجدد داشتم اشاره کردن که سرانجام باید طرف یک پا عقب بگذاره، یعنی تسامح و تساهل در مورد چگونگی گفتگوهای صلح باید صورت بگیره، و یا در کل به این باور بودن که برای به دست آوردن چیزی که صلح باشه چیزی را باید از دست داد، یعنی امتیاز باید برای طالبان داده شود. حالا نگرانی شما چی است؟ چرا نگران هستید؟ من میخواستم که بس خود تکمیل کنم یا نتیجه گیری بکنم، شما سوال را مطرح کردین، ما با اونجا میرسیدم. این تمامی بحث ها جز از این که به طالب ها مشروعیت بخشیده باشه، مورال و روحیه حکومت افغانستان و منصوبین قوای مسلح افغانستان را ضعیف کرده باشه و حکومت افغانستان را در یک موقعیت ضعیف و بالاخره با یک پرستیج افتیده به زمین قرار بوده، نتایج دیگه ای امتیازات یک جانبه قبل از وقت در پی نداشته و یک نوع رسمیت هم و اعتراف به طالبان هم از جانب حکومت افغانستان متاسفانه به صورت رسمی و علنی بود. یک چنین امتیازات و یک چنین بحث های زمانی مطرح میشه، هرگاه در سطح یک حکومت هم اگر بحث مطرح نباشه، در سطح دو جریان سیاسی متخاصم هم بوده باشه، زمانی که طرفین به گفتگو حاضر شدن باز در اونجا مطرح میشه که اونا چی میخوان، برای حسن نیت چه قدم هایی برداشته شوه، برای اصل مذاکرات و جور آمدن و کنار آمدن چی امتیازاتی داده شوه و چی امتیازاتی گرفته شوه، در حالی که هیچ یک از بحث ها تا حال مطرح نبوده. پس آقای کرزی چی میخواسته؟
به دنبال چی بوده؟ چرا این همه صحنه‌سازی؟ چرا این همه سناریوی بی نتیجه که بالاخره آغاز کردن و تا هنوزم به اصطلاح معلوم نیست که بگذارید همین سوال سناریوی بی نتیجه شما را به باور خودتان از آقای مجده بپرسیم. آیا واقعا آقای مجده فکر میکنند که سرانجام اگر حکومت افغانستان گاه رئیس جمهور در 10 سال گذشته دست کم چندین بار برادر دوست هر آن چیزی که لازم بود پاکستان را خطاب کرد و ازش خواست که بیاید در روند گفتگوهای صلح کمک بکنه و هنوز هم حالا زمانی که ظاهرا از پاکستان در چگونگی روند گفتگوهای صلح حکومت افغانستان بریده و رخ به قطر نموده فکر میکنید که واقعا موافق هستین با گفته های آقای عاصم که این سناریوهای بی‌نتیجه را چرا حکومت افغانستان ادامه میده؟ بدون تردید آنچه را که جناب آقای عاصم فرمودن دقیق است که هیچ برنامه برای صلح وجود نداره. اول چیزی که مهم است است وقتی که ما میخواهیم یک کار را انجام بدیم، یک چیزی را بسازیم، در قدم اول یک طرح از او باید در ذهن ما باشه که واقعا ما چگونه میخواهیم همین عمل را انجام بدیم و این کار را چطور به سر انجام برسانیم. آقای کرزای و حکومت افغانستان همیشه تاکید روی این مسئله داشتن که طالبا همو حرفای قانون اساسی را قبول کنن، سلاح را بر زمین بگذارن و بیان تسلیم شوند. ما میدانیم که صلح در هر جای فرق میکنه، در هر شرایط فرق میکنه. اگر یک گروه شکست خورده باشه مثل ببرهای تامیل، در اونجا ضرورت نیست که با اون مذاکره شود. چنانچه دیدیم که سریلانکا با اونا مذاکره نکرد و اونا از بین رفتن و تمام شد مشکل. اما در جایی مثلا ترکیه، پیکاکا در ترکیه بر علیه دولت ترکیه میجنگه، اما رهبرش در زندان است. در اون صورت یک امتیاز داره دولت ترکیه که عبدالله اوجالان میگه که ما میخواییم از افراد مربوط پیکاکا که اینی تحت اینی شرایط باید با حکومت مذاکره کنن. اما یکی حالتی است که طرف مقابل شکست نخورده، رهبریشان به جای خود است، مثل طالبان مثلا در افغانستان. در اینطور یک حالت شما اگر بخواین که با طرف مقابل امو خواست را از طرف مقابل داشته باشین، مثل که ببرهای تامیل داشتن حکومت سریلانکا، این دیگه نتیجه نمیده. اول باید در طور حالتی که شما تقاضای تسلیم شدن از طرف مقابل دارین، اول رو باید شکست بدین بعد از باز این چیزا بخواین. در حالی که 11 سال جنگ ادامه پیدا کرد و امروز آقای کرزای میگفت 150 هزار سرباز خارجی در افغانستان هستن و اینا میرن و اقتدارشون 150 هزار سرباز نترسن این مشکل حل کنن، پس طالبا حق دارن که بگوین که ما پیروز شدیم یا لااقل شکست نخوردیم، به خاطر اینکه خارجی ها از افغانستان میبرن و اقتداد کم از سربازانشان در جمع میمانن، اونا آسیب پذیر خواهد بودن و ما از این به بعد دست بالا را خواهد داشتیم در این جنگ. و در اینجا است که صلح وقتی که میخواهیم که صلح به عنوان یک ضرورت مطرح شود، در اون صورت باید یک داد و گرفت صورت بگیره. اما در اینجا مشکل دیگه وجود دارد. حضور نیروهای خارجی در افغانستان سبب یک نوع اطمینان کاذب شده. یعنی خارجی ها میگن که ما بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانیم، در حالی که میگن که ما با طالبان نمی جنگیم، اما امی حضورشان سبب یک اطمینان کاذب در میان مثلا کسانی مثل سخنگوی جبهه ملی که پیشتر سخنانش شنیدیم، اونا تو فکر میکنن که خارجی هستن و اینا از ما دفاع میکنن، اینا کشته میتن و ما همچنان پابرجا میمانیم. اما اینطور نمیشه. از این به بعد اوضاع خراب میشه، اوضاع بدتر میشه و سرمایه گذاری ها کم میشه، بیکاری زیاد میشه و در نتیجه امکان ای که این ناامنی ها ابعاد گسترده تری به خود بگیره زیاد است. آقای مجده، با پوزش همینجا اگر یک نکته را اشاره بکنم، یعنی شما موافق گفته های سخنگوی جبهه ملی نیستن که اگر رئیس جمهور کرزای میره به قطر و دست کم به باور خود سخنگوی جبهه ملی با طالبان به یک گروه هراس افغان رسمیت میبخشه، شما موافقی صحبت ها نیستن؟ ببینید چی بخوایم چی نخواهیم، به هر حال طالبان موقعیت خود را تثبیت کردن. خود ما یک روز با یکی از نزدیکای کسایی که با ارگ ارتباط دارن صحبت میکردم، او برای ما میگفت که 32 کشور نهاد و سازمان با طالبان امیال در ارتباط هستند و این مسئله سبب نگرانی های شدید در دولت افغانستان شده. شما بخواین یا نخواین، به هر حال اونا به عنوان یک گروهی که در افغانستان حضور دارن و حضور خود با جنگ ثابت کردن، اونا مطرح هستند و در آینده افغانستان بعد از سال 2014 اگر شما به این باور باشین که باز هم جنگ ادامه پیدا بکنه، تمام چیزایی را که ساخته شده او از بین میره باز و دیگه باز کسی کمک هم نمیکنه در کشوری که در اونجا جنگ باشه، کسی علاقه به این نمیگیره که سرمایه گذاری کنه، کار کنه، کمک کنه و این مسائل است که بعد از سال 2014 خطراتی است که ایجاب میکنه. ما به هر صورت باید به طرف صلح بریم، به طرف مذاکره بریم و این حرف که گروه دهشت افغان است و هراس افغان است برای کسای خوب است که اونا
خب یک جای دیگه دارن و میتونن از افغانستان برن و در اونجا زندگی بکنن، اما برای کسانی که در افغانستان میمانن برای اونها سوال یک مسئله بسیار حیاتی است. بیننده با روایت دیگر به گونه زنده از تولونیوز هستید. حالا فراتر از این سفر موصله موجگیری پاکستان، پاکستان پس از این چه کارتهایی را برای بازی دست کم در روند گفتگوهای سوال در مورد افغانستان داره؟ پس از میان برنامه کوتاه آقای هاشمی پاسخ خواهند گفت. هم خوش آمدید بیننده با روایت دیگر به گونه زنده از شبکه جهانی تولونیوز هستید. حالا دست کم حکومت افغانستان ظاهرا رخ به قطر نموده و در چگونگی روند گفتگوهای سوال از پاکستان بریده است. کارت‌هایی که برای بازی نزد پاکستانی‌ها پس از این در روند گفتگوهای سوال وجود دارد چی است؟ آقای هاشمی. عرض کنم که پاکستان با وجودی که 10 سال گذشته و ما موقف پاکستان به خوبی میدانیم، تا هنوز هم تر فکر میشه که کارت‌های بازیشان هنوز هم زیاد است و بنابر منافعی که در افغانستان دارن، بنابر ای که منافع استراتژیک دارن، در افغانستان باید گپ و حرفی داشته باشن و ایران میدانیم که قطر جاگزین پاکستان شده نمیتونه، به خاطر ازی که او منافعش در اینجا دخیل نیست، بلکه باعث یک کشوره که از طرف افغانستان و از طرف آمریکا و از طرف طالب ها قبول شده که یک محل مذاکره قبول شود. اما پاکستان بنابر مسائل داخلیش و مسائل خارجیش و به اصطلاح از لحاظ استراتژیک و منافع اقتصادی به افغانستان یک سلسله منافع حیاتی دارد و این منافع حیاتی خود فراموش نمیکنه و تا آنجایی که ممکن است صلح و مسالمت هم در افغانستان خدشه‌دار میسازد. ای که اگر ما به حکومت افغانستان برگردیم و بگوییم که جناب آقای کرزای 10 سال است که دایه صلح را پیش میبرن، اما چرا این صلح به نتیجه نمیرسه یا صورت نمیگیره؟ دلیلش ایست که اول اگر خواسته باشین از لحاظ سیاسی و حقوقی صلح با طالبان هیچ مفهوم نداره. یک صلح حقوقی و سیاسی نیست، به خاطر از اینکه هرگاهی که اونا خواسته باشن که در حکومت افغانستان سهمی داشته باشن، باعث یک گروه افغانی میتونن از طریق راههایی که یا طرقی که قانون اساسی وضع کرده و او حق هر افغان است، میتونن که در پروسه سیاسی افغانستان شامل شن. بله، اما طالبان میگن که این قانون اساسی آمریکایی ها است. چی است ببخشید؟ این قانون اساسی را آمریکایی ها ترتیب کردن، نمیپذیرن. خب. همین چیز است که اونا پیش شرط هایی دارن. با وجود که مذاکره با طالب ها یا صلح با طالب ها گفتیم سابقه حقوقی و سیاسی نداره، اما فرموده جناب مجلس که اونا با قدرت خود تثبیت کردن و امروز اوناست که فرمان میتن که ما در کجا مذاکره میکنیم، با کی مذاکره میکنیم و با کی مذاکره نمیکنیم. ببخشید. به این اساس پاکستان هم در این صلح و ثبات افغانستان منفعتی برای خود نمیبینه، بلکه از لحاظ از اونا و از نظر از اونا امکان داره به منافع طولانی مدتشان این صدمه برسانه. لازم فکر نمی کنم که با وجود که با صلح و مذاکره همه ما شما خوشبین هستیم، اما من فکر نکنم که منافع طالب ها، منافع دولت پاکستان و آنچه در منطقه در جریان است این زمینه را مساعد بسازه که ما تا سال 2014 به صلح دست بیابیم. لذا باز چیزی را که ما همیشه گفتیم تکرار میکنم که تا سال 2014 ما به 3 خلا مواجه میشیم: خلای نظامی، خلای اقتصادی و خلای سیاسی، که اگر ضرورت شد ما این را تشریح میکنم. اما این 3 خلا زمینه را مساعد می سازه که ما نه از رای صلح، بلکه ما به جنگ هایی که در بعد از 2014 شروع میشه ما مواجه میشیم و در اونجاست که ثابت میشه که
طالب ها و پاکستان به این صلح و مذاکره اصلا علاقه ندارن. این ماستیم که به خاطر افغانستان میخواییم که صلح باشه، مذاکره باشه و ما با هر طرفی که باشه مذاکره بکنیم، در حالی که طرف های مقابل ممکن است که هیچ به یقیده نباشه. آقای راسم، در کنار صحبت هایی که پیشتر از این هم شما داشتن، آقای مجده اشاره کردن که اگر حالا ما میگیم که نباید به یک گروه عراس افغان مثل طالبا رسمیت بخشیده شود و باور آقای مجده چون این چیز صورت گرفته و این طالبان قدرتمندی خود را نشان دادن و این یک ظاهرن یک نیاز است به باور شما رزاگان و آقای هاشمی هم اشاره کردن که طالبان خود را تثبیت کردن و این طالبا هستن که تعیین میکنن با کی میخواین مذاکره بکنن و در کجا میخواین مذاکره بکنن. بس فکر میکنن که حالا مشکلی که بیشتر جریان های سیاسی در روند گفتگوهای صلح مطرح میکنن ناشی از چی است؟ به ارتباط صلح و مذاکره فکر میکنم که پیش زمینه هایی که دولت افغانستان داشت و اونا رو تقریبا از دست داده و یک دستاویز بسیار قوی که بالاخره طالبا مجبور باشن و وادار باشن که کوتا بیاین، یک قدم عقب بروان و یک گام به پیشرفت حکومت افغانستان تمام شده بتانه و به می ترتیب حامیانشان به صورت مشخص حامی درجه یکشان دولت پاکستان، اینا هر دو در یک موقعیت قرار ندارند که حکومت افغانستان اونا را در وضعیت تعجیز قرار داده باشه، بلکه این حکومت افغانستان بوده و هست که هر روز دستش خالی شده میره و تمام گزینه های خودش از دست داده میره و چیزی برای بالاخره وجه مذاکره قرار دادن نزدیک است که در دستش باقی نماند. آقای آسم با پوزش، پس حکومت افغانستان چه کار انجام داده میتونه زمانی که آقای هاشمی اشاره میکنن که طالبان خود را از راه جنگ تثبیت کردن و این طالبان هستن که امروز تصمیم میگیرن که با کی میخوان مذاکره بکنن و در کجا، حکومت افغانستان چه کار میتونه انجام بده؟ حکومت افغانستان در سیری که مخصوصا به صورت پیوسته و سازمان یافته تعقیبش میکنه در دو سال اخیر و گذشتهش تقریبا از 3-4 سال قبل شروع شده، در این بحث فکر کنم که چیزی را شاید به دست آورده نتانه مثل که تا حال نتانست. بهتر است که برگرده به مردم افغانستان، مراجعه کنه به مردم، از مردم افغانستان استمداد بخواه، از احزاب و جریانات سیاسی افغانستان استمداد بخواه، اینجا به اصطلاح برای خودش پشتوانه ملی را تقویت بکنه و پشتوانه ملی را کمایی بکنه، توان دفاع از خودش حداقل پیدا بکنه و از طریق موقف و موضع و به اصطلاح سنگر دفاعی که استاد شده بتانه در پشتش طالب ها را متوقف بسازه و فشار بره بالای از اونا، هم از طریق به اصطلاح دفاع از خودش و هم از طریق تلاش های دیپلماتیک به همکاری جامعه بین المللی که هم حامیان طالب ها به یک شکل زیر فشار بیشتر قرار بگیره از جمله پاکستان و هم خود طالب ها و روی کرده را که حکومت افغانستان تا حال عنوان کرده، با این روی کرد قطعا ما پیشرفت کرده نمیتونیم، با یک روی کرد جدید بعد از تفاهم و مشوره با مردم افغانستان بر اساس یک پالیسی جدید، استراتژی جدید که احزاب و جریانات بزرگ سیاسی هم در افغانستان را حمایت بکنن، شاید ما بتانیم در گفتگوی نتیجه بخش را با جانب طالبان باز بکنیم. آقای و به همین ترتیب حالا اگر بخوایم در یک مورد خاص از شما بپرسم، زمانی که شما میگن با جریان‌های سیاسی با مردم افغانستان مشوره صورت بگیره، یک استدلالی که بیشتر میشه حالا شورای عالی صلح وجود داره و موس اسکاندار صلح هست، در مورد جریان‌های سیاسی مثلا اگر بخوایم بفهمم که ظاهراً از صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که حکومت افغانستان با شما مشوره نکرده، اگر چنین کار صورت بگیره شما چه برنامه‌ای را می‌کنید برای رسیدن به صلح؟ ببینید، ما احزاب سیاسی خوب به جای خودش با پارلمان که یکی از ارکان قوی ثلاثه دولت ما و شماست با او هم صحبت صورت نگرفته. از جانب دیگه شورای عالی صلح رهبریش به دست شورای امنیت آقای کرزی است، یعنی برنامه های شورای عالی صلح در حقیقت او برنامه های کلیدیش شورای امنیت خطبندی را در اختیارشان میگذاره، نه خود از اینا. ولی به هر صورت حکومت افغانستان تلاش های صلح را به عنوان یک پروسی که منحصر و مربوط ارگ و چهار اطراف ارگ باشه،
ایره ده این خلاصه کرده به این شکل از این محور پیش میبره. آقای یاسم یعنی سوال در مورد تا زمانی که این تلاش کلان به سطح ملی که بستگی به سرنوشت آحاد مردم داره از طریق یک حلقه کوچک از ارگ ریاست جمهوری به عنوان یک جریان منحصر و متعلق خاص به اونا تعقیب و دنبال شوه، مثل که تا حال اینا نتیجه به دست نیاوردن فردا ما آورده نمیتونن. ما بحث مایی از به عنوان جریانات سیاسی که حکومت افغانستان عرض کردم که رجوع کنه به مردم افغانستان، رجوع کنه به جریانات سیاسی، رجوع کنه به پارلمان تا یک پالیسی جدید را مردم افغانستان به همکاری به اصطلاح اعضای شورای ملی و اعضای سیاسی بسازن مطابق قضیه برنامه روی دست گرفته شود. احتمال داره ما به یک نتیجه بالاخره دست پیدا کنیم. آقای مجده، آقای واقعا شما هم فکر میکنن که این تکساهیبی گفتگوهای سال از سوی حکومت افغانستان چرا که آقای عاصم اشاره میکنن باعث این شده که ما نتانیم به صلحی که نیاز مردم افغانستان هم برسیم، یا به عباره دیگه به این معنا که حکومت افغانستان بیای همه مسائل با مردم افغانستان، جریانهای سیاسی افغانستان مطرح بکنه و یک راهبرد جدید برای رسیدن به صلح و گفتگو با طالبان مطرح بکنه؟ واقعا شما هم فکر میکنین چنین چیز راه حل است؟ مشکل بزرگ آقای کرزایی است که یک سلسله قیودات دست و پاگیر است که راه صلح را بند کرده، بسته. اگر با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی مشوره بکنه، اونا برش میگن که یک قدم یک ذره باید از همین حصولی که ما میگیم باید انحراف نکنی، قانون اساسی، ارزش های 11 سال گذشته و این مسائل. و اینجا است که دیگه از همین آغاز مسئله صلح باید منتفی شود. ما میخوایم یک نکته دیگر خدمت شما، پیشتر شما گفتین مسئله پاکستانه، این مسئله بسیار مهم است که جناب آقای هاشمی هم به اشاره فرمودن. ما میخوایم بگویم که یک تصور غلط در طول 11 سال در ذهن دولت مردای افغانستان بوده که هر کاری که میشه در افغانستان طالبای وجود ندارن و کل کار پاکستان میکنه. نتیجه این کار همونطوری که ما بارها گفتیم سببی شده که پاکستان امتیاز گرفت در سطح بین المللی و هیچ فشاری هم متوجه پاکستان نشد. اما ما به این باور هستم، ما میخوایم این مسئله را بازتر بکنم که اصلا ISI در افغانستان در طول 20 سال گذشته شکست خورده و این تصور که همه کار در دست ISI است و ISI پیروز میدان بوده به هیچ صورت درست نیست. به عنوان مثال زمانی که قرارداد پشاور شکل گرفت و به موجب قرارداد پشاور حکومت استاد ربانی با وجود آمد در افغانستان و حکومت مجاهدین تحت رهبری حضرت صاحب بعد از استاد ربانی، در اینجا جنگ شد، جنگ آغاز شد، جنگ داخلی، و این جنگ داخلی به هیچ صورت به نفع پاکستان نبود، به نفع ISI نبود. یعنی در حقیقت ISI در اینجا شکست خورد، چیزی که او میخواست به دست نیاورد در افغانستان. بعد از او جریان طالبان آمد. در جریان طالبان آیا ISI پیروز شد؟ به هیچ صورت پیروز نشد، به خاطر ای که نتانست حتی همین مسئله را سر طالبان بقبولانه که شما اسامه بن لادن و امریکایی‌ها تسلیم کنین تا حکومت شما مسئول بانه. اگر اینا میتونستن این کار را بکنن، اگر ISI میخواست که پیروز شود باید این کار میکرد، اما نتانست، این توانمندی را نداشت، همین توان نداشت که برای طالبان این حرف سر طالبان بقبولانه، و این حقایقی است که باید در نظر گرفت. آقای مجدبا پوزش، در بخش همین صحبت‌هایتون شما زمانی که از نفوذ ISI باید بالای طالبان، به ویژه حتی در زمانی که رژیم طالبان در اینجا پابرجا بود، دو سوال مطرح میشه. اول این که آیا واقعا شما هم فکر نمی‌کنن چیزی را که بنظیر بوتو در سال 2007 عنوان کرد که بیشتر مدیریتش آمریکایی‌ها کرد و پروژه از انگلیس بود و پولش عربستان سعودی داد و اجرایش هم ما کردیم، و آیا شما باورمند به این نیستین که شورای زیر نام شورای کویته در پاکستان است؟ آیا شما باورمند به این نیستین که حکومت پاکستان از طالبان حمایت میکنن؟ ببینید مسئله، اگر چیزی که تا به حال گفته شده همین تصور ما قبول کنیم که طالبان هیچ از خود اختیار ندارن و همه چیز در دست پاکستان هست، پس 1000 نفر طالب چرا در زندانهای پاکستان زندانی است؟ بیش از 1000. خب عنوان میشه که اینها میخواین با حکومت گفتگو بکنن، با حکومت 26 نفرش آزاد شد، کدامش به کابل آمد؟ 26 نفرش پاکستان آزاد کردن، کدامش شما دیدید که آمده باشه و اعلان کرده باشه که ما با حکومت افغانستان در رابطه بودیم، با این خاطر ما را دستگیر کرده بودن؟ این حرفایی است که 1000 نفر که با از رهبرای طالبان که با حکومت افغانستان در تماس می بودن، پس جنگ به خاطر چی؟ یعنی اگر روشنتر جواب خود را دریافت بکنم، شما هم فکر میکنن که نفوذ لازم را که از سوی حکومت افغانستان یا شما را از سیاستگران مطرح میشه که پاکستانی ها بالای طالبان دارن دقیق نیست؟ اگر اینطور می بود اینا هرگز به قطر نمی رفتن و پاکستان به اینا اجازه نمیداد که به قطر برن. یعنی فکر میکنم اینا رفتن به قطر طالبان؟
در قطر نرفتن یعنی؟ یعنی شما فکر میکنید رفتن؟ همین دفتری که همین دفتر سیاسی طالبان به رهبری طیب آقا در قطر شما نمیفهمید که رفتن؟ یعنی حالا زمانی که بحث گفتگو با حکومت افغانستان مطرح میشد افمس. برحال پیشتر بود که طالبان به تعلیق در آوردن گفتگو را. ما گفتم که در حکومت استاد ربانی هم آیسای شکست خورد. بعد از او در طالبان هم آیسای پیروز نشد و جنگ افغانستان و جنگی که در افغانستان بود رفت به داخل خاک پاکستان. و امروز ما شاهدی هستیم که پاکستان در موضع تدافعی قرار داره، نه در موضع تهاجمی در رابطه با افغانستان. جنگی را که در افغانستان اونا حمایت میکنن به خاطر ای است که از این آتشی را که در داخل خاک پاکستان است او را به نحوی به یک کشور دیگه صادر بکنن، به کشور همسایه‌شان. و این موضع قوت پاکستان نیست، این موضع ضعف پاکستان است و این را همیشه فراموش میکنن و هر کس فکر میکنه که همه چیز در دست پاکستان و تحت کنترل پاکستان است. در نتیجه وقتی که استاد ربانی کشته میشه اولین حرفی که آقای کرزی میزنه میگه که دیگه از این بابت ما با پاکستانی ها مذاکره میکنیم. نتیجه این سیاست این شد که پاکستان در سطح بین المللی به عنوان یک قوت مطرح شد. هیچ کس پاکستان تحت فشار قرار نداد که تو چرا این کار میکنی در افغانستان، بلکه گفتن که خب وقتی که جنگ در افغانستان با پیروزی نرسیده بنابراین فقط پاکستان میتونه این مشکل حل کنه. و امروز هم همین حرف است و پاکستانی ها هم میدانن که نفوذ ندارن سر طالبا، اینو خودشان خوب میدانن و این شرایطی را که مطرح میکنن به خاطر ای است که گناه شکست پروسه صلح را به گردن افغانستان میندازن. میگن که ما میخواستیم که صلح باید در افغانستان ما توان داشتیم، ما آقای کرزی مانی بزرگ این صلح است، در حالی که اینطور نیست. اینا چون توانمندی ندارن، چون کاملا اینا زمینگیر شدن در پروسه صلح در افغانستان، اینا حرفا رو میزنن. با باور ما اصلا چنین چیزی نیست و حکومت افغانستان اما در اینجا با یک مشکل بزرگ مواجه است که عبارت از امضای قرارداد امنیتی با آمریکا است و این با خواست طالبان در تضاد است. آقای هاشمی، یک سوال از جریان صحبت‌های آقای مجده به میان میاد که زمانی که عنوان میشه که آیسای یا پاکستان در مجموع حکومتش اون نفوذ لازم را که از سوی حکومت افغانستان یا شما را از سیاستگران در مورد طالبان نفوذ پاکستان بالای طالبان مطرح میشه، چون این چیز نیست. در آخرین مورد هم سخنگوی رئیس جمهور میگه که پاکستان کنترل لازم را برای طالبان داره. آیا فکر میکنند که این گفته ها ناشی از چه میشه و خوشبینی که بیشتر عنوان میشه برای رفتن به قطر و از یک جهت عنوان میشه که طالبان پاکستان کنترل لازم را بالای طالبان داره ناشی از چی میشه؟ واقعا حکومت افغانستان نمیدونه که چه کار باید انجام بده؟ یکی یقین نیست که متاسفانه دولت افغانستان از 10 سال به این طرف نفهمیده که چی باید بکنه. و امروز هم وقتی که شما این سوال مطرح بکنین با دولت مدارای افغانستان که شما از این صلح چی میخواین، ممکن است بگن که شکست طالب ها، ولی با کدام دلایل؟ لذا دولت افغانستان بنابر بی برنامگی دچار این مشکل امروزی شده و در عین زمان چیزی که جناب آقای عاصم گفتن که روش دولت افغانستان و نابکاری هایی که در دولت افغانستان بود سبب شد که نه تنها در ساحه منطقه و در سطح بین المللی افغانستان او بازیگری اصلی را که باید می‌داشت او را از دست داد. حالا شما می‌بینید که ابعاد مختلف پیدا کرده ای مسئله صلح افغانستان. از یک طرف گفتیم دولت افغانستان است که صلح می‌خواهد، نه طالب‌ها. به خاطر از اینکه اگر اونا آرزومند صلح در افغانستان می‌بودند و یا مذاکره با دولت افغانستان، ممکن است که پیش شرط‌های خود کمی تغییر می‌دادند، تعدیل می‌کردند، که چنین نشد. در این زمان ایران میدانیم که طالب ها چه امروز ایران به صراحت بگوییم و یا ایست که داخل لفافه بگوییم، طالب ها از منافع پاکستان حمایت کردن از وقتی که در افغانستان قدرت داشتن. لذا پاکستان از اونا به حیث یک حربه کار میگیره و از امول از است که طالب هایی که فرموده جناب مجرسب او قوتی را ندارم، اگر امروز به حیث یک قوت خود تثبیت کردن که اونا به حکومت افغانستان قمانده میدن. و از این لحاظ است که ما یا دولت افغانستان متوجه ابعاد داخلی و خارجی از این مسئله باشه و ببینه که علت اصلی از این جنگ ها در کجاست و چرا این دایه صلح افغانستان به نتیجه نمیرسه. به این اساس است که
پاکستان با وجودی که درست است در مسئله یا آیس های اینا به ضعف مواجه شدن، مگر این ضعف از اونا به خاطر از ایست که ما ضعیفتر از اون هستیم، ما درست عمل نکردیم، لذا در برابر ما اونا قوی تر فکر میشن و منافع خودم تا امروز از 10 سال به این طرف به صورت بسیار سیستماتیک پیش بردن در افغانستان و برعکس افغانستان در یک چیز قرار دادن، یک مزیقه قرار دادن از لحاظ سیاسی، از لحاظ تجارتی، از لحاظ جنگی و هر آنچه شما فکر میکنید. بیننده بر روایت دیگر از شبکه جهانی تولو نیوز است. حالا در آخر یک سوال مطرح میشه، این که از یک جهت از لحاظ مکانی و از لحاظ رهبری گفتگوهای سوال‌های زیاد مطرح است، گاه از سوی آمریکایی‌ها، گاه از سوی حکومت افغانستان و زمان هم با نقش آفرینی پاکستان و حالا هم امیرنشین‌های قطر. آیا واقعا این جاده به سوال منتهی خواهد شد؟ آقای عاصم، من با برداشتم این است که دولت افغانستان در رویکرد خودش و در تلاش‌های خودش به ارتباط ادامه پروسه صلح یا دسترسی به صلح تغییر وارد بکنه و چیزی را که می خواهم با احترام مطرح کنم و در پالی تذکرات جناب مجده صاحب که پاکستانی ها و طالب ها با عنوان دو جریان همکار، یکش من حیث دولت، دیگرش من حیث جریان جنگی، هیچ جنگی بدون یک خصوصا به این گستردگی که قوت های کلانی در برابرش باشه، بدون حمایت گسترده لوجستیکی و تجهیزات نظامی به جایی نمیرسه. یقینا در پشت سر یک چنین حمایت پاکستان در خط اول حمایت از طالبان قرار دارند. پس طالبان در بسیار از موارد آزادی عمل خودشان را و آزادی موقف خودشان را حفظ کرده و میکنند، پاکستان هم هر دو در یک نوع تعامل پیش میروند، یعنی یکی دیگر را میتونند در جریان یک حرکت تا جایی که ایجاب میکنه و لازم است باید موقف یک دیگر را به اصطلاح همکاری، دوام همکاری را به یک شکل رعایت بکنن. یعنی به این شکل هم نیست که تعبیر مثل که مجده صاحب گفتن، ما به این هم نظر هستم که تعبیری را که بسیار مردم دارن که اگر پاکستان نباشه طالبا هیچ هستن، اگر با وجود از اینکه طالبا کدام کار را میکنه پاکستان بسیار چیز شده، در حالی که ما زیاد تفاوت نمیبینیم. پاکستان من حیث یک دولت خصوصا او شبکه های جنگ افروز و نظامیگرش مثل که 10 سال قبل کدام کار را در افغانستان پیش می بردن و 20 سال قبل پیش می بردن، با همو قوت با همو توانمندی فعلا و با تسلط بر خودشان و در کنترل داشتن اوضاع فعلا هم روال کار به دستشان است پیش می رن. ولی به جواب سوال شما باز تکرار می کنم، تا زمانی که ما در پالیسی و استراتژی صلح از جانب حکومت افغانستان تغییرات را به اصطلاح مطرح نکنیم، تغییرات به وجود نبیاید و از طرف دیگه یک تلاش مؤثر در سطح بین المللی که دنیا واقعا یک موقف نسبتا جدیتر بگیره برای حمایت از پروسه صلح و برای حمایت از تحقق پروسه صلح، تقریبا یک موقف نسبتا نیوترال داره دنیا، جامعه بین المللی که در رأسش امریکا هم اینجا حضور دارن، اینا موقف بسیار جدی ندارن، موقف سیاسی جدی. اگر واقعا ما بتانیم موقف جامعه بین المللی را که در حمایت افغانستان و مردم دولت افغانستان قرار دارن کمی جدی بسازیم که فشار بیشتر بر حامیان طالب ها بیاید، فکر میکنم ما راه گفتگو را باز کرده میتونیم با طالب ها و از طریق آغاز گفتگوهای مؤثر میتونیم که به طرف صلح و به طرف به اصطلاح امنیت و ثبات در افغانستان قدم بگذاریم. خواهی مجده؟ ما به این باور هستم که تا زمانی که طالب های پاکستانی در صحنه حضور دارن، کمک به طالب های افغان از طرف پاکستانی ها به عنوان یک وسیله برای انتقال ناامنی از پاکستان به افغانستان ادامه خواهد داشت. قوت طالبای افغان در حقیقت پشتوانه بزرگ طالبای افغان طالبای پاکستانی هستند. او حالتی که در دوران مجاهدین بود اوتور یک حالت نیست که پاکستان آرام بود و مجاهدین متاسفانه حتی در کنفرانس ژنو هم نماینده نفرستادن و پاکستان برشان گفت که شما بشینید ما خود ما این کارا رو میکنیم. ما صحبتی که با طالبا داشتم اونها این مسئله رو مطرح کردن و گفتن که البته گپ از اونا سر یکی از رهبرهای مجاهدین بود که او بزد ما فتوا صادر کرده
تو برش بگو که اگر تو مرد می بودی در زمانی که پاکستانی ها شما را اجازه ندادن که به کنفرانس ژنو برین و با آمریکا مستقیما بشینین و مذاکره بکنین، شما آینده افغانستان را دادین به دست پاکستان و امروز ما را میگین که شما حال دست پاکستان هستین. ما امروز اینجا آمدیم که بگوییم که ما به صورت مستقل مذاکره میکنیم نه تحت سایه پاکستان. و ما او کاری را که در او گذشته شد، ما او تجربه تلخ و ناکام شما را تکرار نمیکنیم. یه حرفی بود که اونا گفتن. به هر حال چیزی که ما بازم میخوایم تکرار بکنم این است که اون نفوذی را که دولت افغانستان و رسانه ها فکر میکنن که پاکستان سر طالبان داره، اون نفوذ دیگه وجود نداره به او شکل که یعنی هر چیزی که پاکستان بگویه او را قبول بکنن. اما در این شکل نیست که به خاطر نجات خود پاکستان از مصیبتی که به او گرفتار شده، مجبور است پاکستان که این طالبان را یعنی کمک بکنه به خاطری که جنگ به افغانستان بره. و اگر در افغانستان صلح بیه، در اون صورت باز جنگ میره با پاکستان. سپاسگزار. اضافه تر از این حرفو ببینید، همونطور که صحبت ها شد، تا وقتی که افغانستان یک استراتژی مشخص در مورد جنگ، در مورد صلح، در مورد مسائل داخلی و خارجی نداشته باشه، ما نباید بسیار علاقمندی یا آرزومندی داشته باشیم که این صلح به جای میرسه. و در عین زمان ده سالی که گذشت ایجاب میکرد که افغانستان به حیث یک قدرت منطقوی با پشتیبانی جامعه بین المللی یک قدرت منطقوی میبود که به حیث یک بازیگر مهم و عمده بازی میکرد، در حالی که ما دیدیم که افغانستان هر روز به طرف زوف رفت. لحاظا باید افغانستان به حیث یک قدرت مؤثر در منطقه تغییر کنه. و به این اساس تا هنوز ما، ولو که مذاکرات قطر تا هنوز نتیجه نداده و ما از او هیچ چیز آگاهی نداریم، اما نظر ما است که تا وقتی که این دو چیزی که ما در اول گفتم و در عین زمان صلح را با یک هدف نهایی ما تعقیب نکنیم، ممکن است صلح تا سال 2014 به یک سراب باشه و ما به اون نرسیم. بیننده با روایت دیگر از شبکه جهانی تولونیوز و تولو بودید. سپاسگزار از آقایان وحید مجده، آگاهی امور سیاسی، محمد طاهر هاشمی، استاد دانشگاه کابل، محمد عاصم، عضو ائتلاف ملی افغانستان. سپاسگزار از شما که تا حال بیننده این برنامه بودید. شما همچنان می توانید بر روایت دیگر را در tolonews.com صفحه بر روایت دیگر بیننده باشد. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت خدا نگهدار.